امروز میخوام توی این ویدیو یک سری نکات فنی رو در مورد این خودرو L90 بگیم و دلیلی که باعث شد تا سرسیران این خودرو L90 رو باز کنیم همین بریدن تصمیه تایم هستش که میبینید از این قسمت دو تیکه شده و تصمیه دوچار ترک های خیلی زیادی هستش. حالا طبق سوالی که از صاحب ماشین پرسیدیم، حدود 3 سال پیش این تصمیه تایم رو تعویض کرده و این تصمیه حدود 70,000 تا هم کارکرد داره که این بریدنه باعث شده تا 2, 4, 6 و 7 از سوپاپای این موتور کج بشه. حالا بعضی مواقع پیش میاد اصلا هر 16 تا کج میشه، بعضی مواقع پیش میاد اصلا یه آسیبای جدی رو هم به پیستون وارد میکنه که همجوری که میبینید فقط جای سوپاپا روی پیستون هست، اما هیچ گونه آسیب باقی قطعات این موتور وارد نشده. و بریم توی این ویدیو باقی مراحل رو هم با هم دیگه تماشا. مورد بعدی که میخوام در موردش صحبت کنیم در مورد کیت تایم هستش. معمولا کد 29 معروفه و متاسفانه تقلب خیلی زیادی هم توی بازار هستش که حتما باید در زمان خرید دقت کنید. این تصمیه که میبینید اصل هستش، هم از نظر ظاهری و همین این که اگر که به این چاپای روی تصمیه توجه کنید کاملا مشخصه. و از همه مهمتر هم این صفکنهای ساعتی هستن که خیلی واضح اصل بودن. حالا یکاش تقلب بود که اونم نشون میدم، ولی توی ویدیوهای بعدی حتما نشون میدم. خب مرحله بعدی آبندی سوپاپ هاست. میدونید که موتور L90 16 تا سوپاپ داره، 8 تا دود و 8 تا هوا، که هر 16 تا سوپاپ رو توی دو مرحله آبندی کردیم و یا به قول معروف میشه گفت که گرنکاری کردیم. توی بعضی از سرسیلندها ممکنه که زمانی که سوپاپ کج بشه به این گیت های یا گایت های سوپاپ آسیب وارد کنه، اما خب توی L90 خیلی کم پیش میاد و توی این مورد آسیبی وارد نکرده. مورد بعدی این لاستیک های ساخت سوپاپ هستن که کیفیتشون خیلی مهمه و وظیفه دارن که از ورود روغن به محفظه اعتراق پیشگیری کنن و توی تمام موتورها هم وجود داره. این قسمت سوپاپ نصب میشه و زمانی که موتور خاموش هستش معمولا از بین سوپاپ روغن توی محفظه اعتراق میاد. بعد از اینکه صبح زود ماشین روشن میشه یا حالا بعد از چندین ساعت روشن میشه، ماشین حدود 4-5 ثانیه دود میکنه و بعد از اون قطع میشه، که اینا نشونه های خرابی این لاستیک های ساخت سوپاپ هستن. بعد از اینکه فنرها، پودکا و خارا رو جا زده میرسیم به تست نشتی. برای این کار باید هر 4 تا شم بسته بشه و ساده ترین و بهترین روش برای تست نشتی هم حالا ریختن نفت یا بنزینه. و حالا بعضی مواقع پیش میاد که 20 دقیقه نیم ساعت نگه میداریم تا کاملا مطمئن بشه. بعد از تمیزکاری سطح بالای بلوک سیرم میریم سراغ واشر سرسیرن. یه چیز خیلی عجیبی که توی موتور L90 هستش اینه که فقط یه دونه بوش راهنما داره و در زمان جا زدن سرسیرن باید خیلی دقت بشه که واشر به این سمت یا اون سمت نره. یا حالا ما روشی که به کار میبریم اینه که از بالا یه دونه از پیچه‌ها رو به سمت پایین میاریم که واشر تکون نخوره، نیاز به هیچ چسبی هم نداره. خب بعد از اینکه سرسیلند رو جا زدیم، پیچ های سرسیلند رو به هیچ عنوان نباید با بوکس بادی بسته بشه. بعد از اینکه رسونده بشه توی دو مرحله و به صورت حلزونی باید تمام این پیچ ها صفر بشه و ما این کار رو با آچار درجه و به صورت استاندارد انجام میدیم. البته این شامل تمام موتور ها میشه، به خاطر حساسیت باید حتما با، یعنی اگر از آچار درجه استفاده بشه خیلی بهتر. این قطعات حالا ما بهشون میگیم تنظیم کننده هیدرولیکی، چند تا اسمم دارن. و در زمانی که میخوام جا بزنیم بعضی مواقع میبینی که رسوبات روغن اطرافشون رو میگیره، به سختی جا میره و نیاز به یه سنبادیکاری یا حالا فرچه گرفتن داره، ولی کم پیش میاد حالا موتور L90 دچار جمع شدن رسوبات باشه. به همین راحتی جا میفته، به خاطر اینکه حالا وقتتون بعد در نره من باقی این تنظیم کننده ها رو جا میزنم و بعد از اونم میریم سراغ مرحله بعد. ما به اصطلاح به این قطعات میگیم تایپیت یا اسپک های قلتکی. من یه دونه موتور کرایسلر 300 هم باز کردم که دقیقا همین قطعاتش یکی بود با این L90 و خیلی جالب بود. این قطعات هم خب به راحتی جا میفته، چیز خاصی نداره و فقط نیاز به روغنکاری داره که این کار انجام دادیم و بریم سراغ مرحله. خب مورد بعدی نصب میلسوپاپ هاست. یه مشکلی که توی این موتور هستش که این میلسوپاپ ها جا به جا هم بسته میشه و این دوتا خط در کنار هم باشن، میلسوپاپ مربوط به هوای سر و این میلسوپاپی که دوتا خط با فاصله بیشتری دارن مربوط به منیفولد گرم یا هوای گرم هستش، که اگر که اشتباه بسته بشه و استارت زده بشه امکان داره که سوپاپ هم کج بشه.
یکی از موارد حساس توی حالا L90 T5 یا معمولا EF7 همین چست دادن، اصلا نیازی نیست که نگران باشید که دچار نشتی بشه یا مشکلی پیش بیاد، همین مقدار چسبی که الان زده شده کاملا کافی. حالا در ادامه بازم در مورد این چسب دادن توضیح میدم. خب جا زدن و بستن این دو پوسته بالای سر سیلان چیز خاصی نداره، فقط یه نکته در مورد چسب بگم. دیدید که چه مقدار چسب خیلی کمی زدیم، اما بازم اطراف پوسته پر از چسبه و از همون مقدار چسب کاملا کافیه. بریم سراغ جا زدن کاسه نمدای مینسوپا و قطعات بعد. کاسه نمدای فابریک این موتور بدون فنره و به خاطر اینکه فشار روغن این قسمت ها خیلی بالاست، کاسه نمدای فنردار رو استفاده نکنید، به خاطر اینکه بعد از یه مدت خیلی کوتاهی دچار نشتی روغن میشه. رفتیم سراغ پولی های میلسوپاپ. این دو میلسوپاپ، این دو پولی میلسوپاپ هیچ گونه تفاوتی با هم دیگه ندارن و تا انتهای تایم گیری باید به همین صورت این پولی ها شل و حتی این مهره هم کاملا شل باشه که حالا در ادامه بیشتر در موردش توضیح میدم. به خاطر اینکه تایم موتور L90 یه تایمی هستش که حالا با باقی موتورها یه مقداری فرق داره و یه مقداری سخت هستش، برای این کار حتما نیاز به ابزار مخصوص این کاره. این قسمت ابزار رو اگر توجه کنید و این قسمت پوسته بالای سر سیلان رو اگر توجه کنید، این دو باید حتما روبروی همدیگه قرار بگیره. این قسمت یه پیچ بسته بشه، اگر که مقداری کج بسته بشه هم همون باعث میشه تا یکی از میسوپاپا توی حالت تایم قرار نگیره و این قسمت بالای میسوپاپ یه دونه خار هستش که باید حتما به سمت بالای موتور قرار بگیره برای تایم راحت و تا انتهای کار، یعنی زمانی که دیگه صفرکن ساعتی هم تنظیم شد این دوتا پیچ یا بعضی مواقع موره باید شل باشه و این پیچ ها بسته بشه و بریم سراغ مرحله بعد. پشت میلسوپاپ های موتور L90 دوتا کاسه نمد یا کورکن هستش که این دو قسمت قرار میگیره و بهتره که با هر دفعه ای که بیرون میاد دوتا نو برش تعویض بشه، قیمت چندانی هم نداره. اگر که حالا بعضی مواقع پیش میاد که از وسط سوراخ میکنن و چسب میزن، اون کاری کاملا اشتباهه، چون اگر که روغن از این قسمت ها تخلیه بشه همون باعث جاتاقان زدن موتور میشه که انشالله برای هیچ کدوم از دوستان پیش نیاد. باقی مراحل هم که بستن منیفولد و گلوی اگزاز و جا زدن تسمه دینام بود، چیز خاصی نداشت و این هم از مرحله کار. روغن و فیلتر هم تعویض شد، آب رادیاتور هم ریخته شد. امیدوارم که برای هیچ کدوم از دوستانی همچین اتفاقاتی رخ نده. شاد و پیروز باشید.